سلام رفقا، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند باشه. موضوع این ویدیو راجع به عروسک تسخیر شده مندیه، یه عروسک تسخیر شده شیطانی، درست این آنابه. اما فقط این پایان داستان این عروسک شیطانی ها مرموز نیست. مندی شاید شبیه یک عروسک عتیقه تیپیکال به نظر برسه، اما گفته می شود که او خیلی ویژه تر از این هاست. مندی در سال 1991 به خانه جدیدش موزه کوئنسل در کانادا منتقل شد. لباسهایش کثیف بود، بدنش پاره پوره بود و ترک ها و شکاف های روی سرش وجود داشت. بالاخره وقتی داریم درباره یک عروسک 99 ساله صحبت می کنیم، غیر از این هم انتظار نمی رود. بعضی اعتقاد دارن که مندی مجرد با قدرت های ماور و طبیعی غیر عادی است. در واقع هر جا که مندی حضور دارد وقوع اتفاقات غیر قابل توضیح حتمی است. زنی که مندی را به موزه اهدا کرده بود گفته بود که او شب با شنیدن صدای گریه نوزاد از زیر زمین بیدار می شود. او بعد از اهدا کردن عروسک به موزه به صاحبان جدیدش خبر داد که دیگر صدای گریه نوزاد نمی شنود. حالا کارمندان و داوطلبان موزه به میزبان رویدادهای عجیب اطراف مندی تبدیل شدند. گفته می شود از وقتی که مندی در موزه ساکن شده است، غذاها از یخچال ناپدید می شوند و بعداً در کشوی لباسها یافت می شوند. در زمانی که کسی حضور ندارد، صدای قدم زدن به گوش می رسد. خودکارها، کتابها، تابلوها و خیلی چیزهای دیگر گم می شوند. برخی از آنها هرگز یافت نمی شوند و سر و کله بقیه بعداً پیدا می شوند. البته که در ابتدا تمام اینو به پای آوازپرتی کارمندان موزه نوشته شده بود. مهدی در ابتدا خانه منحصر به فرد خودش رو در موزه نداشت. او در راهروی ورودی موزه گذاشته شده بود. ملاقات کنندگان به او ظلمی زدند و درباره عروسکی با صورت شکسته و با لبخند شریرانه اش صحبت میکردند. اما به تدریج مهدی به بخش دیگری از موزه منتقل شد و به تنهایی درون جعبه‌ای به دور از عروسک جای گرفت. چون شایع است که اگر او در کنار دیگر عروسک‌ها قرار بگیرد به آنها صدمه می‌زند. یکی از متصدیان موزه که روس استابس نام دارد در سال 1992 در پاسخ به این سوال که آیا این موزه میزبان داستان‌های ارباب خودش است یا نه، داستان مندی را به نگارش درآورد. داستان مندی در قالب کتابی به اسم داستان‌های ماورالطبیعه پیرامون بریتیش کلمبیا در سال 1999 منتشر شد و سر و صدای زیادی در سراسر کانادا به پا کرد. روزنامه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی به طرز سراسیمی به دنبال کار کردن روی این خبر هیجان انگیز و پرطرفدار بودند. به این ترتیب موزه مورد هجوم مردمی قرار گرفت که میخواستن مندی رو از نزدیک ببینن. برخی از ملاقات کنندگان موزه تجربه های مختلفی را در نزدیکی مندی گزارش کردند. یکی از ملاقات کنندگان در حال فیلمبرداری از مندی متوجه می شود که چراغ دوربینش هر 5 ثانیه روشن و خاموش می شود. به محض اینکه او دوربینش را سمت دیگر آیتم های موزه می گیره، چراغ دوربین روشن می ماند. برخی هم می گویند چشمان مندی آنها را در اطراف اتاق دنبال می کند و عده ای هم می گویند که پلک زدن مندی را دیدند. و این بود از داستان این ویدیو. دوستان خیلی ممنون می شم که این ویدیو را همین الان لایک کنید و چنلمون رو سابسکرایب کن. خیلی ممنون. تا ویدیوهای بعد شما رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم. فعلا خدافظ.